اتحادیه اروپا امروز از تماس با طرف‌های منطقه‌ای با هدف یافتن راهی برای برقراری آتش‌بس فوری در غزه خبر داد. خانم مایا کوجانچیچ، سخنگوی اتحادیه: ما در تماس با طرف‌ها در منطقه هستیم تا از آنها بخواهیم همه تلاششان را در برقراری آتش‌بس فوری به کار گیرند. ما همه شلیک‌های کورکورانه را به اسرائیل توسط گروه‌های ستیزجو در غزه محکوم می‌کنیم و بدیهی است نفرتمان را از افزایش شمار قربانیان آتش تلافی جویانه اسرائیل ابراز می‌داریم. این برنامه به گفته سخنگو در دستور کار وزیران امور خارجه کشورهای عضو در هفته آینده قرار دارد. همزمان امروز در قاهره ریاض الملکی وزیر امور خارجه تشکیلات خودگردان فلسطینی در دیدار با نبیل العربی دبیرکل اتحادیه عرب درباره امکان آتش‌بس در غزه گفتگو کرد. ریاض الملکی انتظارات خود از نشست امشب اتحادیه را بیان کرد. الموقف العربي هذه الليله هو الموقف الذي مواضع اعراب امشب مطابق انتظاره. فلسطینی ها چشم به راه نشست و کمک اتحادیه اند و با این امید که فشارها کم بشه و پایان پیدا کنه. آقای مالکی به اقدام سازمان ملل متحد هم در نشست پیرامون بحران غزه اشاره کرد. نأمل بأن يكون هناك تحرك على مستوى الأمم المتحدة. ما امیدواریم سازمان ملل متحد به بحث درباره خواست فلسطینی ها در نشان دادن واکنش فوری و حمایت از مردم بیدفاع فلسطین که در معرض جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت و نسل‌کشی قرار گرفتند اقدام کند. جنایاتی که نه تنها توسط سربازان اسرائیلی بلکه توسط آمران چنین اقدامهایی از جمله سیاستمداران، مقامهای امنیتی، پارلمان و دیگران اعمال می شود. در رام الله، پیر کراهنبول، سرپرست آژانس آوارگان ملل متحد مسئول آوارگان فلسطینی، امروز از غزه دیدار کرد و گفت اغلب قربانیان حمله های اسرائیل را زنان و کودکان تشکیل می دهند و یک چهارم آنها کودکانند. پیشتر محمود عباس در روز دوشنبه در دیدار با هماهنگ کننده ملل متحد در خاورمیانه خواستار آن شده بود که سازمان‌های بین‌المللی مردم فلسطین را زیر پوشش حمایتی خود قرار بدهند. بابک شعایی، صدای آمریکا.